درود بر شما. با 180 ثانیه دوشنبه 4 دی ماه همراه ما باشید. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی از اعتصاب گسترده در بازار طلافروش‌ها برای سومین روز متوالی در چند شهر از جمله تهران، تبریز، مشهد، همدان، اصفهان، قم و ملایر حکایت دارد. اعتراض این بازاریان به قانون جدید دولت مبنی بر اختصاص مالیات 25% برای خرید و فروش طلا است. همسر الهه محمدی، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، از شکایت او از قاضی ابوالقاسم صلواتی به دلیل اجرا نکردن قانون خبر داد. وی بدون اشاره به جزئیات درباره این شکایت نوشت: طی این 15 ماه بر ما ثابت شده که نه تنها قانون اساسی، که قوانین آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه‌های حقوق زندانیان نیز صرفاً کلماتی بی‌محتوا روی کاغذ هستند، حداقل برای ما. پیش از این نیلوفر حامدی، دیگر روزنامه‌نگار زندانی در ایران، نیز از ابوالقاسم صلواتی که قاضی پرونده او بوده است به دلیل خودداری از آزادی او در پایان 1 سال بازداشت موقت شکایت کرده بود. امروز دوشنبه شماری از بازنشستگان کشوری، تامین اجتماعی، صنایع فولاد و مخابرات با سر دادن شعارهای اعتراضی در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه در تهران دست به تجمع زدند. آنها در اعتراض به وضعیت بد معیشتی خود و فقر و گرانی موجود در جامعه شعارهایی سر دادند. حماس و جهاد اسلامی فلسطین پیشنهاد مقام‌های مصری برای واگذاری کنترل کامل نوار غزه در برابر آتش‌بس دائمی در جنگ را رد کردند. مصر در این مذاکرات سناریوی چشم‌انداز با حمایت قطر را پیشنهاد داده که شامل وقفه در جنگ در برابر آزادی گروگان‌های بیشتر می‌شود و سپس به توافقی گسترده‌تر می‌رسد که شامل آتش‌بس دائمی همراه با بازنگری در حکومت بر غزه می‌شود. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار کشته شدگان حمله به اردوگاه پناهندگان المغازی دست کم به 70 نفر رسیده است.